بنده برای به عنوان حسن مطلع شعری رو برای شما میخونم که سرزمین خود ما رو به یاد بیاره. این شعر به نام خطبه زمستانی است. من بالاش نوشتم حماسه‌ای برای کوهسار البرز و قله‌اش دماوند. بدیهی است لازم نیست توضیح بدم که در اینجا اشاراتی اساطیر شاهنامه شده، ضمن اینکه اشاره‌ای به اینکه دماوند روزگاری آتشفشان بوده. ای آتشی که شعله کشان از درون شب برخاستی به رقص، اما بدل به سنگ شدی در سحرگهان. ای یادگار خشم فرو خورده زمین در روزگار گسترش ظلم آسمان. ای معنی غرور، ای نقطه طلوع و غروب حماسه ها، ای کوه پرشکوه اساطیر باستان. ای خانه قباد، ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت، ای سرزمین کودکی زال پهلوان. ای قله شگرف، ای گور بی‌نشانه جمشید تیر روز، ای صخره عقوبت ضحاک تیر جان. ای کوه، ای تهمتن، ای جنگجوی پیر، ای آنکه خود به چاه برادر فرو شدی، اما کلاه سروری خسروانه را در لحظه سقوط از تنگنای چاه رساندی به کهکشان. ای قله سپید در آفاق کودکی، چون کله قند سیمین در کاغذ کبود. ای کوه نوظهور در اوهام شاعری، چون میخ قول پیکر بر خیمه زمان. من در شبی که زنجره‌ها نیز خفته‌اند، تنها ترین صدای جهانم که هیچگاه از هیچ سو به هیچ صدایی نمیرسم. من در سکوت یخزده این شب سیاه تنها ترین صدایم و تنها ترین کسم. تنها تر از خدا در کار آفرینش مستانه جهان، تنها تر از صدای دعای ستاره ها در امتداد دست درختان بی زبان، تنها تر از سرود سحرگاهی نسیم در شهر خفتگان. هان ای ستیغ دور، آیا بر آستان بهاری که میرسد تنها ترین صدای جهان را سکوت تو امکان انعکاس تواند داد؟ آیا صدای گمشده من نفس زنان راهی به ارتفاع تو خواهد برد؟ آیا دهان سرد تو را لحن گرم من آتشفشان تازه تواند کرد؟ آهی خموش پاک، ای چهره عبوس زمستانی، ای شیر خشمگین، آیا من از دریچه این غربت شگفت بار دیگر برآمدن آفتاب را از گرده فراخ تو خواهم دید؟ آیا تو را دوباره توانم دید؟
خیلی ممنون از دوستتون، خیلی متشکرم. نمیدونم که من ابراز لطف شما رو این به این تعبیر میکنم که شعر دیگری بخونم، اما نمیدونم که اصلا نمیدونم برنامه جلسه اجازه میده یا نه خانم دکتر کاها. در زیر آسمان باختر، از کوچه های خاطره من، امشب صدای پای تو می آید. آه ای عزیز دور، آیا به شهر قربت من پا نهاده ای؟ اینجا پرندگان سحر در من میل گذشتن از سر عالم را بیدار می کنند، اما شبانگهان دیوارها اسارت پنهانی مرا تکرار می کنند. اینجا مرا چگونه توانی یافت؟ من از میان مردم بیگانه کس را به غیر خیش نمی بینم. تصویر من در آینه زندانی است. من خیره در مقابل آن تصویر می ایستم که با همه ننشینم. اینجا مرا در آینه خواهی دید، آینه شگفت که همتای ساعت است، آینه‌ای که عقربه‌های نهان او در چارچوب سود و زیان کار می‌کنند، آینه‌ای که ثانیه‌ها و دقیقه‌ها در ذهن بی‌ترحم سوداگرانش تصویر تابناک مرا تار می‌کنند. اینجا زمان طلاست، هر لحظه‌اش به قیمت اکسیر و کیمیاست، اما ضمیر من تقویم بی تفاوت شبها و روزهاست. اینجا غروب رنگ جنون دارد، باران صدای گریه تنهایی است، چشم ستارگان همه نابیناست. اینجا من از دریچه فراتر نمی روم، دیوار روبرو سرحد ناگشوده دیدار است. اینجا چراغ خانه همسایه چشم مرا به خیش نمی خواند، بیگانگی گزیده ترین یار است. اینجا در این دیار درها همیشه سوی درون باز می شود. در سرزمین غربت اندوهگین من، در زیر آسمان مهالود باختر، شب در دل من است، صبح از شقیقه های من آغاز می شود. اینجا چون من غریب غمینی نیست، در وهم شب چراغ یقینی نیست، تنها صدای یک دل سرگردان با بانگ پای رهگذری حیران در کوچه های خاطره می پیچد. آه ای عزیز دور، آیا تو در پناه کدامین در یا در پس کدام درختی استاده ای؟ آیا به شهر قربت من پانهاده ای؟